من نمیتونم خودم رو معرفی کنم. حتی نمیتونم بگم که آیا عضوی از دستگاه بودم یا یه مقام مهم بازرسی کشوری یا نه. فردی که درباره فساد دولتی تحقیق میکنه، یعنی کرده. اصلا فرض کنید یه فضولم که یه سر سوزن ذوق تخیل داره. دنیا پر شده از فساد دولت‌ها و پر از افشای فساد به شیوه‌های مختلف. شاید آزادترین دنیا تو این دنیا همین دنیای افشای فساد باشه، به شرطی که نمک اینم نگنده. به همین دلیلم کی میگه و برای چی میگه هم البته مهمه. در تحقیق و پیگیری فسادهای دولتی معمولاً ما انتظار داریم که چیزی گم شده باشه، به زبون ساده تر سرقت شده باشه. مثلاً یه لوحه زرین که سند و تاریخچه ساخت قصر داریوش شاه در تخت جمشید بوده و چون میدونستن که چقدر اشغال و غارت تو کمین این مملکته، زیر یه ستون قایمش کرده بودن. بیشتر از 2000 سال محفوظ مونده بوده. تا یه پروفسوری از اونور دنیا میاد، میکشنش بیرون، میسپرنش به یه موزه و بعد یه دفعه آب میشه. ولی بعضی وقتا به جای غیب شدن چیزایی از زمین سر در میارن. کسی هم حریفشون نیست. مثلا برادر سید جوان میخوان خدمت برسن حاج آقا. میگن یک موضوع حیاتیه. چیزی که توی این مملکت کم نیست موضوع حیاتیه. همه چی حیاتیه جز آب و نون. بند خدا خیلی اصرار میکنن حاج آقا. الان تنها کسی رو که اعصابمشو ندارم همین آقاست. بگو منتظر باشه. نمیرسه، نمیرسه. تو به من بگو حاجی چند وقته؟ یک ساعتی هست منتظرن آج آقا. برادر سید جوان آیه یس رو که نمیکرم. خیلی وقته که نمیرسه. چند ساله که یک خبر خوب از هیچ جایی نرسیده. نمیرسه هم شب و روز برام نذاشتن. روز به روزم دارم بیشتر میشن این بشقابای حرومی. من و تو هم مقصریم که حریفشون نشدیم. گناه اون مردم نادون به پای من و تو هم نوشته میشه حاجی، چون ما مسئولیم. خدا شاهده که من شاهدم که شما هی روز به روز هی بیشتر و بیشتر عذاب میکشین از دست این بشقابای ماهواره‌ای. من عذاب نمیکشم. عذاب اونایی میکشن که دارن این تصویرای حرومی رو میبینن، تصویرای ماهواره‌ای رو میبینن. به نظرم باز کماندوهای هوا به زمین رو زیادتر محله به محله گازنبوری حمله بکنیم، تمام بشقابا رو از روی پشت اوما جمع بکنیم. یه عملیات قاطع، نه یه کار نمایشی ها، قاطع و محکم مثل عملیات های نظامی. چند تا واحد پشتیبانی داریم؟ سوای اونایی که فرستادیم شهرستان ها، دو واحد دیگه برامون مونده. ولی چی؟ روحی خوبی ندارن آجا.
یعنی چی؟ عملیات قبلی ها دو تاشون از طناب این هلیکوپتر پرت شدن رو پشت بون مردم. شهید که نشدن؟ نه حاج آقا، دست و پاشون شکسته اما شدن مایه جوک مردم. ای بابا، این مردم که دست و پامون هم نشکسته برامون جوک میسازن. بگو سید جوان بیاد تو. وقت زیادی ندارم، خبر بدت رو بده، باید برم سر جلسه. فقط یه بار توی عمرت شده بیای دیدن من خبر خوب بدی. مثلا زنده موندن لاک پشت موشایی که فرستادیم فضا. حاجی، تنها خبر خوبی که یه نفر میتونه بگه اینه که بگه امروز خبر بدی تو دنیا نیست. شما خونتو کثیف نکن. موضوعی رو که بهت گفتم پیگیری کن. امروزم 7 تا هلیکوپتر کماندو بفرستین پشت اونا. بشقابا مهم نیست، اصل ریسیوراس. حاجی اسکله اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله اینجا که نه جاده است نه آبادیه. تو نقشه نیست ولی جاده خوبی کشیدن از قرار. غیر ممکنه عزیز من، این نقشه منه، همه چیز توش نقشه برداری شده. این جاده تو نقشه شما هم بوده ولی پاکش کردن، از همه نقشه های نظامی هم پاک شده. خب از این پاکونا اگه دارن چرا نمیفرستن کمک ما بریم این دیشا رو از روی پشت با ما پاک کنی؟ این جاده است حاج آقا. میدونید در واقع اول قرار بود یه اسکله باشه سر راهی، کشتی ها جنسای اعلام نشدنی رو یه طورای تخلیه کنن. بعد جنسا زیاد شدن، یعنی خیلی زیاد شدن، دیگه هلیکوپترها هم کفاف ندادن. اینه که این جاده کشیده شده واسه یه ملوان های کشتی ها. خب به هر حال یه مغازه کوچولو زدن اونجا که پاشون به زمین برسه، بیان یه خورده خرید کنن، مخصوصا فسنجون که خارجی ها خیلی دوست دارن، حتی کره‌ای ها. مسجد چی؟ از قرار ملوان ها نماز نمیخونن آجا. خب دیگه چی؟ هنوز کله پاچه ای نزدن، ولی بعدش اینطوری که تونستیم بفهمیم از قرار یه فروشگاه کادو سوغاتی. سوغاتی ایرانی؟ نه همچین، جنس های چینی واسه ملوان های فقیر یونانی، اعلای آلمانی واسه پولدارای چینی، گرد شاخ کرگدن واسه قوه باه فرانسوی ها. از ایرانم شاهین و پوست پلنگ. تحقیقات ما نشون میده که قبل از اینکه رستوران بین المللی زده بشه از قرار یه مهمون سرای کوچولو ساخته شده واسه استراحت ملوانا، استراحت موقتشون. دوتا هم سویت واسه کاپیتاناشون زدن. اسم این مهمون سرا رو هم گذاشتن هلندی سرگردان. هلندی سرگردان دیگه چیه؟ هنوز نتونستیم بفهمیم یعنی چی. رایانه رو محبت میکنیم نما. چکرم، باید اعتراف کنم فیلمی که براتون میذارم دزدکی گرفته شده. دزدکی چرا؟
واسه ما هم. بله، حتی ما هم اجازه نداریم. بدبختانه نمیتونیم بریم تو حریم هواییش با هلیکوپتر یا هواپیما فیلم بگیریم. هر پرواز ثبت نشده‌ای با موشک زده میشه. بدبختانه نه حتی با موشک‌های ساخت خودمون. جنس‌ها اینجا از همه جای دنیا ارزان‌ترن، چون واقعاً حقوق گمرکی ندارن. خلاصه رفته رفته خبر این پیاده رو بین کشتی‌های عبوری هم پخش شده آجاقا. البته رو بی سیمای اونا دیگه نمیتونیم پارازیت بندازیم ها. برادر سید جوان، شما منگار یه طوریتون میشه ها، زبونتون روز به روز داره بیشتر زاویه پیدا میکنه. خدا نکنه آجاقا، زبون نرمه، نمیتونه زاویه پیدا کنه. خبر این مرکز فروش پخش شده، مشتری هم زیاد شدن. حتی کشتیایی که بار واسه خالی کردن ندارن میان لنگری میندازن، یه سری میان تا اسکله. حتی جالبه براتون بگم که یه آژانس تاکسی قایق گذاشتن از کشتی به اسکله، از اسکله به کشتی. اسمش هم گذاشتن ناتیلوس. یعنی چی؟ نمیدونم، شاید یه اسم رمزی، کدیه، چیزیه. کدشو میشکنیم به زودی، ولی مطمئن نیستم. شک دارم. خبر به کشورهای همسایه هم رسیده، یه تعداد سرمایه‌دار بزرگ هم ریختن اومدن، دو تا مرکز خرید گنده ساختن. چیزایی که تو کیش و بندرهای آزاد خودمون اصلا اسمشو نمیشه آورد حاج آقا، اینجا مثل ریگ ریخته. اول خانواده مسئولین اسکله که خودیان سر کلهشون پیدا میشه، بعد آقازاده‌های شهرهای دیگه زن بچه‌شون میارن و زبونم لال دوست دخترای آقازاده تشریف میارن. مادر، جواز رو دیگه کی صادر میکنه؟ از ما نیست. این که حرف 3-4-5 ساختمون نیست، یه شهره. چرا از ما نخواستن که اونجا یه پاسگاه درست بکنیم؟ محرمانه بنویس که درخواست محرمانه کنن. معلمون نمیذارن آجا با. البته میدونید همچی شهر شهرم هم نشده، دو تا هتل 5 ستاره داره، یکی دو تا مهمون سرا و مسافرخونه. اتوبان همت هنوز نداره. اسمش رو چی گذاشتن؟ اسم نداره، فرض کنید ناکجا آباد. حتما داره، عوامل بیورزه من نتونستن کشفش کنن. نه آجاقا، اینجوری هم نیست. تا حالا دوتا از بچه های اطلاعات شناسایی رسیدن اونجا ولی برنگشتن. یعنی چی برنگشتن؟ غیب شدن؟ نمیدونیم. خوشبینانش اینه که رفتن شنا بلد نبودن، خوردن به این تاکسی قایقای تندرو غرق شدن. اجازه مرخصی میفرمایید. دوباره یه روز دیگه با شما، با یه خبر گنده دیگه. حاجی، من دیگه دلم نمیاد بچه های قلبی محجوب رو بفرستم به این میدون مین. اگه اجازه بفرمایید خودم شخصا چرا خاموش برم به این نیست در جهان برای تهیه گزارش. لازم نیست شما خطر کنید. از امروز شما رو مأمور کردم که به این افتضاح بشقابا بپردازید. بفرمایید. درزم، من دیگه هیچ وقت نمیخوام صورت شما رو ببینم. بگین یه نفر دیگه رو بفرستن.
میگه چی؟ از قرار ریسیور بشقابا از همون ناکجا آباد میاد. بیرون!